قوی ترین حربه شیطان برای جهنمی کردن آدمیان. مولای متقیان در بیانی دلربا و روشن بخش در این باره می فرماید برای شیطان سپاهی قوی تر از زنان فاسد و غضب نیست. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. یکی از خصلت‌های بسیار زشت و ناپسند که در زندگی گریبان انسان را گرفته و او را به ذلت و خاری می‌کشاند، عصبانیت نابجاست. عصبانیت یکی از بیماری‌های بسیار خطرناک روحی است که هرچه سریع‌تر باید نسبت به ریشه‌کنی آن اقدام نمود. خطر آن تا حدی است که مهمترین سرمایه حیات دنیوی و اخروی یک مؤمن را در لبه پرتگاه هلاکت قرار داده و به شدت آن را در معرض نابودی قرار می دهد. آن سرمایه گران سنگ چیزی نیست جز ایمان. ایمانی که سرچشمه همه خوبی ها و زیبایی هاست. ایمانی که تمام انبیای الهی از حضرت آدم علیه السلام گرفته تا خاتم مرسلین صلی الله علیه و آله و سلم همگی ما را به آن دعوت نموده و حفظ آن را از ما می‌خواهند. پیامبر عزیز اسلام در بیانی شیوا و دلنشین در این باره می‌فرمایند: خشم ایمان را تباه می‌کند، همچنان که سرکه عسل را تباه و فاسد می‌سازد. این بیان زیبا از سرور عالم بیانگر این مطلب است که غضب طعم شیرین ایمان را از بین برده و ذائقه روحمان را تلخ می نماید، به گونه ای که در اثر آن نمی توانیم شیرینی لذت بخش ایمان را با جان و دل احساس نماییم. همان طور که سرکه طعم شیرین عسل را از بین برده و مانع از احساس شیرینی آن می شود، بنابراین غضب موجب تباهی ایمان می شود و در اثر آن نه تنها انسان مرتکب گناه کبیره می شود، بلکه گاه به مقدسات دین و انبیای الهی و کتاب گرانسنگ قرآن، بلکه بالاتر به ساحت مقدس پروردگار نیز جسارت می کند. عصبانیت بزرگترین مانع بر سر راه آدمی است که او را از قله‌های بلند انسانیت به زیر کشیده و او را در ردیف حیوانات، بلکه در مقامی پست‌تر از حیوانات قرار می‌دهد. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در این باره به زیبایی می‌فرمایند: سخت‌ترین دشمن آدمی خشم و شهوت اوست. هر کس بتواند بر آن دو تسلط یافته و آن را مهار نماید، درجه اش بلند و به آخرین درجه کمال می رسد. موعظه‌ای سرنوشت ساز. امام صادق علیه السلام می فرمایند: شنیدم پدرم می فرمود مرد بیابان نشینی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: من در بیابان زندگی می کنم، به من سخنی بیاموز که الفاظ آن اندک و معانی آن بسیار باشد. حضرت فرمودند: تو را امر می کنم که خشمگین نشوی. آن مرد بیابانی سوال خود را تا 3 مرتبه تکرار کرد و حضرت در هر مرتبه همان جواب را دادند. سپس آن مرد به نفس خود رجوع کرد و به خود گفت: از این پس چیزی نمی پرسم، زیرا رسول خدا امر نمی کند مرا مگر به خیر. سپس امام صادق علیه السلام می فرمایند: پدرم می فرمود چه چیزی از غضب کردن بدتر است، زیرا شخص غضب می کند و در نتیجه کسی را که خداوند آن را محترم دانسته است می کشد و یا در آن حال به زن شوهردار نسبت ناروا می دهد. عصبانیت قوی ترین حربه شیطان. قوی ترین حربه شیطان که با آن می تواند آدمی را به چاه تاریک گمراهی کشانده و نور ایمان را در وجودش خاموش کند، عصبانیت نابجاست.
مولای متقیان در بیانی دلربا و روشن بخش در این باره می فرماید برای شیطان سپاهی قوی تر از زنان فاسد و غضب نیست. بنابر این به هنگام بروز عصبانیت باید کاملا بر اعصاب خود مسلط بوده و با تدبیر و اندیشه و هوشیاری لازم این آتش فاجعه آفرین را مهار نموده و به این وسیله شیطان را خلع صلاح نماییم تا این دشمن قسم خورده آدمی نتواند ما را از جاده انسانیت خارج و در مسیر حیوانیت قرار بدهد. بله، این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین. و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما.